امروز قصد داریم در مورد بولبرینگ های اسکایف و شماره سریال های بولبرینگ های اسکایف صحبت بکنیم بولبرینگ های اسکایف دارای یک مجموعه عدد در ابتدا هستند بعد از این مجموعه عدد یک مجموعه حروف هست که بعد از مجموعه عدد میاد اما هر کدوم از اینا به چه معنایی هست؟ اعداد و حروف با هم دیگه حروفی که بر روی بولبرینگ های اسکایف نوشته میشه رو مرور میکنیم تا ببینیم هر کدوم از حروف چه معنایی میدند دو کد اول حروف برای مثال کد بی ای زاویه تماس هست که چهل درجه است. دو حرف بعدی نشانگر میزان لقی بولبرینگ هستش برای مثال کد سی بی به این معنا هستش که بولبرینگ بهینه شده زمانی که دو تا بولبرینگ رو به صورت دوبل استفاده می کنید تا میزان لقی محوری رو برسونید به حالت نرمال تک حرف بعدی به معنای کد طراحی قفسه ساچمای بولبرینگ هست که برای مثال تو این مورد وای به معنای قفسه برنجی پرس شده هست اما توی بولبرینگ ها ممکنه سه حرف دیگه وجود داشته باشه که تو بعضی از بولبرینگ ها این حروف نیست برای مثال توی این مورد HC5 هست HC5 اگر نگاه بکنید داخل جدول طراحی های ویژه بولبرینگ هست که تمام سرامیکی بودن بولبرینگ یا ساچمه های بولبرینگ سرامیکی باشند رو مد نظرش هست پس حروفی که برای بولبرینگ ها نوشته میشه خیلی از نکات رو به ما نشون میده همونطوری که میبینید A, A, C, B, C, A, C, B, C, C و کدای دیگه هر کدوم به معنای خاصی هستش ما زاویه تماس رو داریم توی سه تا از این کودها تو کودهای دیگه به ما مثلا پیشنهاداتی میده از قبیل نصب بولبرینگ ها بک تو بک بودنشون اینکه که فیس تو فیس نصب بشن و به چه حالتی مچ هستند برای مثال توی کد دی بی به ما داره میگه که بولبرینگ ها بک تو بک نصب بشه تا با همدیگه مچ باشند حالا میخوایم یک بولبرینگ رو ترجمه بکنیم اعداد و حروفش هر کدوم به چه معنایی هستش بولبرینگ 7314 BECBP عدد 73 رو وارد جدول میشیم کد بولبرینگ BECBP هست و همینطور دو عدد آخر 14 پس ما از روی کد 7314 میتونیم متوجه بشیم که سایز شفت ما 70 میلیمتر هست اما کد BECBP کد BE شامل مجموعه اول میشه زاویه تماس 40 درجه است و به معنای ظرفیت بالا بودن بلبرینک هست اما دو حرف بعدی حروف سی و بی به معنای این هستش که این بولبرینگ اصلاح شده برای حالتی که به صورت دوبل نصب میشه تا لقی محوری نرمال داشته باشه حرف آخر به معنای این هستش که قفسه ساچمه های بولبرینگ از جنس فایبرگلاس پولیامید تقویت شده است. در هنگام انتخاب بولبرینگ بسیار مهم هستش که بدونیم بولبرینگ برای چه کاربردی هست و برای هر منظوری بولبرینگ درست استفاده بکنیم برای مثال این دو بولبرینگ با همدیگه تنها توی دو حرف تفاوت دارن اما همین دو حرف میتونه باعث به وجود اومدن خسارت های بسیار شدیدی توی زمان طولانی بشه چون لقی محوری به شدت تغییر خواهد کرد توی تعمیرات کمپرسورها برای مثال کمپرسورهای اسکرو این لقی محوری خیلی ناچیز صدومی میتونه باعث به وجود اومدن خسارت های خیلی سنگین بشه پس انتخاب بولبرینگ درست خیلی مهم هست تنها سایز و قیافه بولبرینگ مهم نیست بلکه بایستی دانش کافی نسبت به انتخاب کدهای دقیق ولبرینگ وجود داشته باشه